بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین برنده های محترم تلویزیون ملی افغانستان دوستداران خوب برنامه وال عصر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات دوستان عزیز وقت نشر برنامه است و امروز برنامه خاص پیرامون ماه محرم آشورا که دهم محرم است واقعات تاریخی آن انشالله بحث و مباحث خواهد داشتیم ماه محرم اولین ماه است از تقویم هجری قمری در این ماه واقعات تاریخی زیاده چون پیدایش حضرت آدم حبوط حضرت آدم علیه و السلام قرار گرفتن کشتی حضرت نوح علیه و السلام بالای کوی جودی نجات حضرت موسی علیه و السلام همراه با قومش بنی اسرائیل از دست فراینی زمان و بالا رفتن حضرت عیسی علیه السلام نیز صورت گرفته است اما در عصر اسلامی هم واقعات بزرگ صورت گرفته که سه واقعه خیلی اسبوار هستند که اونا را هم انشالله یاد اول در اول محرم شهادت اسبوار خلیفه دوم اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودن در دهم محرم شهادت اصفوار خلیفه سوم اسلام حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه صورت گرفته و اصفوارتر در سال 61 هجری در دهم محرم شهادت نواده های پیامبر با خانواده پاکشان صورت گرفته پیرامونش بحث میکنیم عوامل قیام حضرت امام را پرسان میکنیم که بزرگوارا در این جمعه ما هستند چه عوامل بوده چه درس هایی را برای ما مخابره کردند که ما باید کدام درس ها را داشته باشیم در برنامه حاضر جناب دکتر محمد حسین جعفری آجی آقای بزرگوار امرای ما هستند میگم که بسیار خوش آمدین این آوردین و همچنان محقق استاد محمد کریم عدیب که عضو اکادمی علوم افغانستانی هستند هستن برشون میگم که جناب استاد بسیار زیاد خوش آمدین صفا تشکر و خواهش میکنم که بیننده های عزیز ما تا آخر برنامه را تعقیب بکنن واقعات تاریخی آشورا را بدانن انشالله میدانن ببینیم که در فقه اسلامی جایگاه آشورا چی است و من اگر اجازه جناب آقا باشه از جناب استاد آغاز میکنم جناب استاد بفرمایین اول از آشورا تعریف بتین چه جایگاهی در تاریخ داره و در فقه اسلامی احمده و نصلي علی رسوله الكريم ما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله الآية خدمة هما بن اندهاية تلفزيون ملي أفغانستان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثانيا موضوع بسیار مهم و ارزشمند را انتخاب کردند که نیاز مبرم جامعه ما و امت اسلامی هست و از خود پیام ها و داشته های منوی داره که زندگی امت را حالات اجتماعی و فردی امت را مسیر میته و اونها را به سوی هدایت سوق میکنه سوالی که مطرح شد آشورا یعنی چی و نیاز است که هر فرد مؤمن و مسلمان زن و مرد باید بفهمه که آشورا یعنی چی؟ آشورا کلمه عربی یا کلمه قرآنی و نبوی هست و آشورا از کلمه عشره گرفته شده و عشره در زبان عربی به معنای ده است و آشورا یعنی دهم و اصطلاحا آشورا عبارت از روز دهم ماه محرم الحرام است. و شما ماه های اسلامی که داریم نخستین ماه ماه محرم الحرام است روز دهم ماه محرم الحرام را به نام روز عاشورا یاد میکنند و شما فعلا در ماه محرم الحرام قرار داریم روز دهم اینمی ماه را به نام ده محرم الحرام یا روز عاشورا یاد پس کوتا روز دهم ماه محرم الحرام را در فقه اسلامی به نام روز آشورا یا ده محرم الحرام یاد میکنه و این مسئله اتفاقی بین تمام مذاهب امت اسلامی هست چی مذاهب اهل سنت و جماعت و چی مذهب برادرای اهل تشیع و یا جعفری ما این مسئله اتفاقی است که روز دهم ماه محرم الحرام به نام روز آشورا یا ده محرم و اصطلاح عوام یاد میشه یا دهم محرم محرم بسیار خوب جناب استاد پس تاریخ تاریخچه دای محرم یا آمی که یاد کردیم آشورا چی از در ورای تاریخ چی گذشته در امت یک روز راج... راجی به تاریخچه آشورا نکاتی که لازم است و باید هر بیننده و هر فردی از امت اسلامی بفهمه نکاتی است که یکا یک بیان خواهد شد نکته اول الله متعال هزار سال ش قبل از خلقة زمين و آسمانالمسال ر به متقسيم مناللهمتال خدش در قرآن كريم ميفرمد ك إن عدة الشهور عند الله اثن شهرا في تاب اللهبدو <applause> شماره ماها بنزد ذات الله متعال دوازده ماست في كتاب الله در كتاب الله كو كتاب لوح محفوظ است و قران كريم هست يوم خلق السماوات والارض روزي كه زمين و اسمان خلق می يعني قبل ازي كه زمين و اسمان خلق شوا الله متعال مقادير مخلوقات را نوشت الله عليه وسلم مي‌فرمايد كه كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء الله يمطال مقادير يا تقدير عالم ره بشمول إنسان حيوان جماد نبات كو دشت بيابان كحكشانا حما وهم ره بنجا هزار سال پیش قبل سلقة زمین واسمان بشت. ويش قرآن الكريم ميك إن عدة الشهور إن الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله در كتاب الله شمار ماها دوازده ماست دوازده ای دوازده ماه ماهي اولش محرم الحرام دوم سفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاول جمادى الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعده وذو الحجه بعد يقين <applause> بس اي 12 قبل خلقته الزمن واسمان الله متعالر تقسيم بين الك اي تقسيم بشري نس مست سال با دوازده ما مصری ها تقسیم کردم. قرآن میگن که پینجا هزار سال پیش از خلقت خلق زمین و آسمان خداوند تقسیم کرده درست کرده این بودی دوازده ما در بین این دوازده ما نکته دومی که قابل فهم است چهار ماه یزی به نام ماه های حرام یاد میشه کو چهار ماه کدام ماه است محرم الحرام رجب ذوالقعده و ذوالحجه این چهار ماه را قرآن کریم پروردگارمان به نام ماه حرام یاد کرده و خودش می فرماید به دوایم آیت منها اربعتون هرم در میانی دوازده ماه چار ماه ماه حرام, حرام, حرام است و ماه حرام چه معنا؟ ماه حرام یعنی ماه های قابل احترام قابل اکرام، قابل عزت، قابل توجه و احتمام و فیلسوف بزرگ امت اسلامی حکیم امت، افتخار کشوری عزیز ما فانستان امام فخردین رازی رحمت الله علیه در تفسیریشان مفاتیح الغیب به نام تفسیر کبیر مشهور است در تفسیر ای إي اایمی إي فرما که و مینها اربعه حرم میگه که حرم چه معنا؟ بازومی فرما که و معنا الحرم معنای حرم یا حرام ای است که ان المعصية فيها اشد عذابا که انسان در این 4 ماه گناهی را مرتکب شود بزرگترین گناه را مرتکب شده و بزرگترین عذاب را الله برش ميتة. و باز می وأن الطاعة فيها أعظم أجرا وكسك الدري شار ماه نيك بس ما كار النيك وشايسترا عن جامدات بزرك تريني بعضتها عن جامداتك پس ماهای حرام به این معنا که ماهای قابل احترام، قابل توجه و كإنسان که انسان دیگه باید گناه و معصیت نکنه. بله. حرمت این ماها را نگاه بکنه، کثرت طاعت و عبادت داشته باشه، خدمتش به خلق الله بیشتر افزایش تولیدات مادی و معنوی داشته باشه و فساد و ظلم و وحشت و مظالم را از زمین و از کره زمین از خود از خانواده خود از جامعه این را میگن ماهای های حرام نکته سیوم در میان چهار ماه که محرم الحرام رجب ذوالقعده و ذوالحجه حجاب یکی از این ماهای حرام ماه محرم الحرام است در ماهی که قرار داریم که فعلا ما در ماه محرم الحرام قرار داریم ماهي محرم الحرام نخستين ماهي حرام در ميان دوازده ماس و نخستين ماه سال است و اي ماه را الله متعال پنجا هزار سال پیش از خلقت زمین و اسمان قابل احترام قرار دارك حبل بيان شد نقطه چهارم در ماهي محرم الحرام روز دهم شب بنام ده محرم الحرام یا روز عاشورا یاد میکنه کی از یک ویژگی خاص از یک عزت خاص از یک جایگاه خاص در دین مقدس اسلام برخوردار است نکته پنجم روز آشورا روزی است که یا محرم الحرام که از آدم علیه صلات و سلام شروع تا محمد صلی الله علیه و سلم همه انبیا ای روز را تجلیل کردن ای روز را استقبال کردن ای روز را گرامی داشتن و ای روز را عرج گذاشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمه حديث معجم طبراني رحمة الله عليه أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبى صلى الله عليه وسلم فرموت سوموا يوم عاشوراء روزي آشوراء روزي شرا؟ كان يوم يسومه الأنبياء ای روز روزی است که انبیا علیه صلوات و سلام روز را روزه می گرفت باز تاکید میکنه فسو پس شما روزه بگیرید این حدیث بر امام میه که آشورا تاریخ چیش یا دی محرم الحرام تاریخ چیش در عالم انسانیت از آدم شروع شده تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم ای روز وجود داشت گرامی بود معزز بود و قابل احترام بود و یکی از موارد و شعائری که دی روز انجام می شد انبیا علهاا وسام ای روز را روزه میگرفتند و رسولالله صههوسم نیز روزه میگیرید ۵ زمانی که رسولالله ص الهعهوسلم به نبوت در اوج جهالت در اوج ظلمت و در اوج زنده به گور کردن دخترا مبعوس میشه وقتی از مکه به مدینه میروه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را امر میکنه که شما روز عاشورا را روزه بگیرید نکته ششم از عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم تا عصر ما که حدود 14 قرن میگذره امت اسلامی ای روز را استقبال کردن ای روز را تجلیل کردن و ای روز را عبادت کردن و ای روز ارزش و ارج قائل شدن نکته هفتم روز عاشورا روزی است که از امروز تا روز قیامت دوام میکنه این نه نس همی نه از بین می و نه جایگاه و ارزش خود از دست می این بود بحثی تاریخچه آشورا که آشورا در حقیقت ۵ هزار سال پیش از خلقت زمین و آسمان از جانب ذات اقدس وز شد آدم علیه السلام تا محمد صلی الله علیه وسلم یک لگو بیست چار هزار پیامبر این روز را استقبال کرد و تجلیل کرد و خرچ گذاشت دکتر سی بزرگوار را از شما میخوایم پرسان بکنم همه طرح که استاد یاد کردن طرح چی را یاد کردن خود از آشورا تعریف داشتن چه واقعات در, در آشورا در تاریخ گذاشته جناب آجی غای بزرگوار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة السلام على رسول الله و على آله و اصحاب المنتجبین المنتخبین من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلسطيني ايام شهادة ابي عبد الله الحسين. سرداران وجوانان اهل بهشت نواضي رسول جرامي اسلام. صلوات الله وسلامه عليه فرزند حضرت زهرا سیدت نساء العالمين و فرزند علی امیر المؤمنین سلام الله عليه رب بحمیه انسان هاي آزاده عالم و بحمیه مسلمانان و مسلمان و مسلمان مجاهد افغانستان تسلية تسلیات خداي تبارك خدای تبارک و تعالی به ما بتوانیم به وظایف دینی و شرعی خود عمل کنیم حوادثی که در تاریخ نقل شده است که در آشورا اتفاق افتاده که اکثر اون وقایع یک دلیل محکم از قرآن و سنت ندارد در دوازده حادثه گفتن مثل خلقت حضرت آدم مثل حبوت حضرت آدم و امثال اینها و او فعلا در این جلسه مورد بحث ما نیست بلکه آشورا را در نزد مسلمان ها اهمیت بیشتری داده است که مردم از او تجلیل می کند واقعه بسیار تلخ و تراژیدی بود که در سال 61 هجری در جغرافیای بنام کربلا اتفاق افتاد که در اون حادثه بهترین انسان زمان خودش خامس آل عبا و با فرمایش همه مفسرین جهان اسلام که امام حسین علیه السلام از مصادیق خیلی از آیات قرآن است من به دو سه تا اشاره کنم یکیش آیه مبارکه تطهیر اینما یورد الله لیوزه بعنکم الرجس اهل البيت و یتحرکم تطهیر همه مفسرین فرمودن که یکی از اهل بیت که این آیه شریفه می وجود امام حسین علیه صلات و سلام است آیه رسالت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا باز همه مفسرین فرمودن که یکی از افراد زل قربا که در این آیه شریف است که خدا محبت او را بر مسلمان ها فرض کرد یقینا از خلیفه اول نقل شده است که وقتی این آیه نازل شد در صحیح ابن ماجه که حضرتش از پیامبر بزرگوار اسلام سوال فرمودن که اهل بیت شما یا ای زل قربایی که این آیه محبتش را بر مسلمان ها فرض کرده کیانند نقل شده که یکی از اون افرادی که پیامبر بزرگوار اسلام علیه افضل و صلوات المسلین نام بردن امام حسین سلام الله علیه بود فقل تعالی ندو ابنا و ابنا در آیه مباحله باز همه مفسرین فرمودن که در روز مباحله از ابنا و فرزندان حسن و حسین با پیغمبر اکرم همراه بودن روایات هم وقتی ما میبینیم در بین کتب روایی همه مسلمان ها ممکنه بعضی اوقات روایت مختص به یک مذهبی اسلامی باشد ما به او فعلا کاری نداریم بلد بلد. ولی روایات که نقل شده همه مسلمان ها گفتن یک روایت معروفی که حضرت فرمودن که حسین منی و انا من حسین سبحان. من از حسین استم و حسین از من است الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه همه مسلمان ها فرمودن الحسن و الحسین هما ریحانت من الدنيا. باز همه این را به اصطلاح فرمودن یعنی امام حسین علیه السلام جایگاهی ویژه در قرآن و سنت و بین اصحاب رسول خدا و امهات المؤمنین سلام الله علیهم اجمعین داشتند جایگاهی ویژه در بین مسلمان ها هم در صدر اسلام و هم امروز امام حسین علیه و سلام به عنوان فرزند پیامبر بزرگوار اسلام و بزرگترین فرد از خاندان رسالت در زمان خودش مورد تکریم ملجع و پناهگاه معنوی مردم بودند در سال 61 هجری که آشورا را واقعا دیگه بر تاریخ که به اصطلاح تاریخ می این حادثه تلخی بود که امام حسین سلام الله علیه در اون روز بالا لب تشنه به شهادت رسید به وضع بسیار فجیع و ناگواری و اصحاب اون بزرگوار که مردان الهی بودند در اون روز به شهادت رسید و علاوه بر اون حد که حرمت حریم خاندان نبوت و رسالت شد نوای دختری نوای بزرگ پیامبر بزرگبار اسلام حضرت زینب و تعدادی از بانوان و کودکان و زنان به اسارت رفتن یعنی این حادثه بود که در تاریخ بشر خصوصا در تاریخ اسلام دیگه ما بدیل برای ازی نداریم مثل و مانند برای این نیست لذا مردم مسلمان در سراسر دنیا در کشورهای اسلامی و در کشورهای حتی غیر اسلامی با او شما امروز میبینیم در پنج قاره دنیا مردم از آشورا همطور که جناب آقای استاد محقق بسیار بهش اشارات دقیق داشتند از او تجلیل میکنه با عنوان تجلیل از آشورا در زمان ما به خاطر همین حادثه تلخی است که ما از آشورا چه درسهایی را آموزیم؟ چه عواملی سبب شد که حدود چهل سال بعد از رحلت پیغمبر که هنوز نوای دلنشین و ملکوتی و قدسی پیغمبر بزرگوار اسلام بس. در گوشها تنین انداز بود هنوز تعدادی از اصحاب نبی مکرم اسلام علیه افضل سلوات المسلم در قید حیات بودن و حکومتی که به نام دین و اسلام بنا بود حکومت کنه دست به چنین تراژیدی زد و این یک لکه ننگ بود که بر دامان اسلام و مسلمین گذاشته شد توسط حاکمان جائر و به حال دل همه مسلمان ها در این روز خوب ناراحت جریح است جریحدار است از این روز تجلیل میکنه نهایتش ممکنه تجلیل در بین ملت ها متفاوت باشه ولی در اصل تجلیلی که از آشورا میکنه جای بحث نیست در نحوه تجلیل در شکل تجلیل ممکنه متفاوت باشه جناب آجای بزرگوار بسازد تشکر سلامت باشین جناب دکتر سب امیتر که پیشتر یاد کردیم بحث آشورا امیتر که یاد کردیم عوامل قیام حضرت امام را انشالله شاء که اورا بررسی خواد کردیم سرش بحث کردیم این موضوعی است که فرا مذهبی است و با باید فرا و مذهبی صحبت شود مربوط یک مذهب نیست یک طایفه نیست یک قوم نیست حتی فرا دینی شما شاهد هستید جناب استاد بزرگوار همچنان که کسایی که عطا به دین مقدس اسلام اونا پابند نیستن متدین نیستن بدین مشرف نیستن اونا حتی سر این موضوع بحث دارن صحبت های دارن که انشاء ورا با زیاد میکنیم دوستان عزیز یک وقفه کوتاه با هم میبینیم و میشنویم بعد از وقفه انشاءالله که باز هم در خدمت قرار میگیریم ده های محترم تلویزیون ملی افغانستان علاقمندان خوب برنامه و عصر باز هم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات دوستان عزیز برنامه و عصر است موضوع موضوع تاریخ آشورا، تاریخچه آشورا، واقعاتی که در ایرو صورت گرفته در جهان او را انشالله که به بحث خواهد گرفته مهمانان عزیز هنوز هم در رسید با ما هستند میخوایم که از جناب محقق جناب استاد عدیب صاحب بکنم که اهمیت و جایگاه آشورا را برای ما و شما بیان بکنم بفرامید جناب استاد سلامت باشین قبل از اینکه با جایگاه و اهمیت و اعمال مسنونی که در ایام باید انجام شود و پرداخته شود یک نکته قابل یادآوری است که قبلا بیان شد آشورا روزش قبل از خلقت زمین و آسمان آغاز شد و تا امروز دوام دارد و چیزی که بیان شد یعنی تجلیل از آشورا ارزش و گرامی داشت از آشورا و بحث ایجاد روز ده محرم الحرام ای مختص به شهادت نواسی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست بیننده های این موضوع را خلط نکنند و خلط در ذهنشان واقع نشه این روز قبل از شهادت نواسی پیامبر جگرگوشی علی ابن, ابن عبی طالب و به توتی قلب فاطمه الزهرا رضی الله عنها قبل از شهادت این شخصیت بزرگوار و این سید جوانان بهشت این روز وجود داشت این روز گرامی بود پیغمبر تجلیل کردن این روز را این روز را گرامی داشتن و حتی خود حسین رضی الله عنه این روز را در حیات خود تجلیل کردن در روز آشورا انسان چی انجام بده و از چی جایگاهی این روز برخوردار است پس حالی ببینیم در جمع جایگاه آشورا بعد از شهادت حسین رضی الله عنه ایجاد نشدک بلکه چیزی است که از زبان بابای بزرگوار حسین رضی الله عنه که محمد صلی الله علیه و سلم است روز ارزش و جایگاهش بیان شده پس این ربطی به این شهادت نداره ولی شهادتشان یک زائی بزرگ برای امت اسلامی بود ظلم بزرگی بود که در حق خانواده نبوت و اهل بیت صورت گرفت که موضوع اهل سنت و و تمام مذاهب اسلامی خط بطلان سرش می کشا. مدانان. مدانان. دا و کسایی که مرتکب ای اعمال شدن اونها را مجرم این الله می کافر نمی ولی مجرمان به نزد الله که در روز قیامت از این قتل و از شهادت به نزد الله مسئول هستند ثم لا تسالون یوم اذین عن النعیم از نعمت ها پرسان می شود و اذا الموعوده سئلت با ای ذنب قتلت پس الله مطال از نعمت ها بیان میکند که این نعمتی که قوت بود برات دادم به خاطر احیای حکومت های اسلامی کار می تو آمدی کسی که احیای حکومت میکنه او را به شهادت تساندی از این نعمت جسمی هم پرسان میشه و باز از او قتل هم پرسان میشه یک مسئله اتفاقی است که یک زایی بزرگ بود اما مسئله ارزش و جایگاه به نسبت نیست اعمالی که مسلمان در این روز انجام به و چی جایگاه داره آشورا روز عبادت است روزی کمایی اجر و پاداش است روزی پر کردن بانک الهی از اعمال و هاست پس انسان با استفاده از این روز روز آخرت خود باید بسازه و اکاونت الهی خود را باید پر بکنه چنانچه که حسین رضی الله عنه جوانی سردار جوانای بهشت به خاطر که اکاونت آخرتش پر شود در مقابل یک نظام استاد می شود و فساد و ظلم و اوج به اصلاح بی بندباریش قبول نمی کنه. چرا که اکاونت آخرت پر شود از این جهت بر هر مسلمان زن و مرد و بر تمام مذاهب اسلامی لازم است که در روشنی ارشادات پیامبر صلی الله علیه و سلم این روز را پر احمیت بدانند و با استفاده از این روز پر احمیت آخرت خدا پر احمیت بسازند نکاتی که من حیث اهمیت و من حیث عبادت ای در این روز باید انجام شود از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم دو عمل ثابت است یک روزه گرفتن در روز, روز عاشورا رسول الله صلی الله عليه وسلم بريئي و سلم برای امت توصیه کرده که باید روز عاشورا را با روزه گرفتن تجلیل بکنن استقبال بکنن و حتی خانواده رسول الله اهل بیت و حسين حسین رضی الله عنه روز عاشورا را روزه می گرفت در حالی که حیات بود به شهادت بودن پس این واجبی امت است که این روز را به عنوان روز عبادت بفهمن بدانن و این روز را به عنوان روز عبادت عبادت بکنن و بزرگترین روزه است روزی روزی آشورا چی فضیلت داره؟ از شهادت حسین رضی الله عنه در روز قیامت الله مطال از ما پرسان نمیکنه که چرا شهید شد از او کسایی پرسان میکنه که اونای ظلم انجام دادن اما از ما از اعمال آشورا پرسان میشه که چرا انجام ندادی بنا رسول صلی اللہ علیه وسلم کسی که تنها روز آشورا رو روزه می گیره، در مقابلش الله مطال سی روز روزه نشته میکنه تنها روز گرفتن روز عاشورا برابر است گرفتن رسول الله صلى الله عليه و سلم می ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله عنه می قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فرمود من صام كسك که روزه يوما من المحرم یک روزی از روز ماه محرم را که روز عاشورا شاملش فكان سيامه فله بكل يوم پس او هست در مقابل هر روزش سيام سلاسين يوما روزي سيروس فإن صلى الله عليه وسلم ومت را تشجيه ميكونا ترغيب ميكونا كي كس روزي آشورو را بينوان روزي عبادت روزي ميكرا الله مطال در مقابل يك روز روزش سی روز روزه نشته میکنه پس این روز همه مذاهب اسلامی که چون امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و حدیث مربوط به یک مذهب خاص نیست به همه مذاهب تعلق داره و رسول الله رهبر عمومی امت اسلامی است پس او راهنمایی میکنه بر امت است که روز را با روزه تجلیل بکنه دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماند کسی که روز عاشورا را مشخص روزه میگیره یک سال گناه ما قبلش عفو میشه دو عملی که در پهلوی روزه دی روز انجام شوه و رسول الله صلی الله علیه و توصیه کردند بحث وسعت فراخی گشادگی و بحث تبسم و بحث پیشانی باز بودن با اهل و ایال و خانواده و با مؤمنان در این روز است و مصرف کردن بیشتر در این روز بر اهل و ایال خود به عنوان روز عبادت و کسی که در روز عاشورا به عنوان روز عبادت بر خانواده و اهل بیت خود وسحت میکنه فراخی میکنه و اخلاق نیکوی می داشته باشه در روز به نسبت سایر روزها الله متعال دخلی. کاملا ای سال لبرش به عنوان سال فرحت الله متعال نصیب میکنه آفیت باشین ماشاءالله قدر زیبا بیان کردین نمیخواستم که تا پیش گفتن شما جناب دکتر سب یک چیز دیگر میخوایم پرسان بکنم جناب استادم پیرامون قیام حضرت امام رضی الله و تعالی عنه صحبت کردن شما هم صحبت کردین بالاخره در سال 61 هجری قیام علیه یک حکومت ظالم صورت گرفته و این قیام توسط حضرت امام حسین رضی الله تعالی او صورت گرفته علت قیام را بگوین یکی جایگاه خود حضرت امام را در بین صحابه رسول صلی الله علیه سلم یاد بکنید دو و بحث سیومی که چی درس و اندرز را ما از آشورا از روز قیام از 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 قیام که حضرت امام کردن کدون در سره میتونیم بگیریم دا چې مو ویل چې د دې قیام عوامل څه شوه امام حسین علیه صلاتو و سلام د نبوت او رسالت خاندان لوی سړی و دانشمند عالم فقیه د پر تطول او دین ته علاقه مند و د دین وسعتون ګته لذا ده خپل په بیان کې وایي چې ان لي اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ان ما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي واريد ان امر بالمعروف وان احا عن المنكر امام حسين عليه الصلاه والسلام فرمایي چې زما قيام زما خلاب زما خروج د فساد د پر نه دي د دې لپاره چې په استلا راسم د یو بتار او یو د یو په اسلام سرکښ په عنوان باندې قیام وکم یا زما قیام زما د لنیکا او د جد د دین د اصلاح د لپاره دی اورید ان امر بالمعروف ونه عن المنکر په یو بل ځای کې بیا حضرت او نام چنويشته کوي د بصری په اسلام او مشران تو چوای راس زما سره کومک وکي حضرت فرمایې ف ان سنت قد امیتت و, 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 و دي دي. اي تي ویني چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت د مارګ خواته حکومت استولې و ان البت اتقد اوهیت بدعت ویني چې ژوندې سوې دی حاکم راغلې دی چې د دین په نامو پر خلکو باندې ظلم کوي عربل معرور فریاویات چې وایز ما نکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی چې هر مسلمان ویني چې او سلطان جائر او ظالم رازی دی دين ترپشو لاندې کوي سنت ترپشو لاندې کوي د خلکو په مابين کې په ظلم او بې عدالتۍ باندې عمل کوي فساد ترواج ور کوي پر مسلمانانو باندې ظلم کوي واي پر هر مسلمان باندې لازم ده چې د دغه حکومت د تغییر لپاره هر څه چې په وسه دي فلم يغير عليه بفعل ولا قول ولا عمل كمدغس جائره او ظالم حکومت وليدي او دد دتغییر دپارمو هیڅ اقدام ونکي اغه چې چستي په واسطه فلم يغير عليه بفعلن عمل مو چې په واسطه قول جب بند چش په واسطه کچی تاس هیڅ اقدام ونکي كان على الله ان يدخله مدخلا خدا پاک به ظالم او مظلوم دواړه استي وجهانم ته د ظالم چيز وجهانم ته واسه معلومه د ظلم مظلوم ولي زمي مظلوم دتي ته پاره چې د ظلم زمينه یې ځانته برابره کړي او د ظلم تر بار لاندې تللې دي نو د امام حسین عليه السلام انقلاب د دین د ژوند کېدو د پاره د دې د پاره چې حضرت وې زغوارندغه حکومت د خپل جاد په یزیدلا وسیرت اړه وغږم چون د یزید حکومت نه د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر سیري باندې او نه د خلفای راشدین السلام الله علیهم اجمعین پر سیري باندې دا یو سلطنت یعنې در په حقیقت سره اسلامي خلافت تبدل کې په سلطنت باندې یو جائر او استبدادي حکومت د مورخین چې د یزید په اړه کې نوښتکوي سړی بیخ شرمړي چې دا بیانوي کې د خپل په اسلام په دا غووال کې خپل په اسلام د مسنن حکومت کې د رسول علی صلاتو و سلام زوی او شهادت تورن شوی دا یو خاطره د شهادت خبره ده یو خاطره د حریم ماتېدل دي د اهانت او سو نبوت او رسالت په سره کوم شکل باندې چې د رسول علی صلاتو و سلام مسیح د اسیر په توګه باندې فشارونه کوي اگر زوی او خلګم راغواړي چې راسی دي اسیران ته وګوري دا ډیره په اسلام مهمه مسألو په دوهم کال کې تاسو د تاریخ وګورئ په دوهم کال کې چې په مدینه منوره باندې هغه اقدام وکړي چې وایي د رسول علیه صلاتو و سلام په مسجد کې د اصحاب او د نورو خلقو ویني دوی سو زر انجونی وایي به افت سو او درو رزق خپل له شکر او طول چې د مدینه خلکو مال او ځم پر تی باندې حلال دی دغه هم فاجعه چې په دوه م کال کې د د حکومت وسو دریم کال چې د د حکومت وسو هغه و چې په کعبه مکرمه باندې حمله وکړه د عبد الله ابن زبیر په وخت کې هغه مونږ د کعبه پر منجنيق باندې وټړله او د یو مقدار د کعبه وس وسېد او پردې وس وسېدله یعنی د حکومت غښتله چې د اسلام دین په اسلابې کې محو کې چې نابودي کې نسخي کې نوې امام حسین علیه الصلاه و السلام د هر څه کی عام او اراده د خپلې شبياني حضرت په الاصلاف فرمای ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاس یوفخزین و کچې زما د نکد دین زما د نکاغه ارزشتونه چي راوونی دي او هغه اصول چي راوور دي کجوز ما په مرګ باندې نه پاته کیږي پس ايش شمشیر او لشکر ز آماده یم یا د امام حسین په قیام کې چې وخت ګورو واقعيان پکشه دا یو په اصطلاح په انتون دی واقعن دا یو دانشګاده دا کوم مبلغین وکولای سوچ دغه درس په خلقو ته منتقل کو پر دې کې توکلستا د عاشورا پښبا باندې حضرت خپل اصحابو ته وای چې ری تاسې د چا څخه قرضدار یست زما سره دلته پات کیږي سبب په شهادت رسیدي یعنی دا, دا رسول الله صلی الله علیه و سلم مسید و ازما پریکاب چې شهید هم سی حقونه ست د غری مخلص یی یعنی دا ډیره مهمه مساله ده په دې کې چې بعضی اصحاب داس په زم کې را ل چې ابن رسول الله تو ولې دا خلک خپل د شاو خواڅه خل لري کوي حضرت فرمایل چې زما توکل اتکاخ پر دې خلک نه ده زما توکل پر خدای دی توکل چې پر خدای وو هیڅ کله شکست پکشه نشته دا 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 تاریخ د خدای د پاره د مشتګورو په دنیا کې انقلابونه ډېر شوي دي د اکتوبر په انقلاب کې تاسو وګورئ د فرانسې په دغ لوی انقلاب کې مثلا 100 لک یا 100 میليون خلک مل شو انقلابي وزوګي فرانسې په ټولې اما اوس داغه انقلاب هیڅ خبره نهسته په تاریخ کې پیدا کې په کتابو کې پیدا کې د کمونیزم انقلاب چې اویہ کاله د تاریخ مسیر واقعا اوستي علي شکی د ري شواره درلوشت کور خالي دودي متاسفانه نه یو هغه کارګران ته کور پیدا کړي نه خالي ورکړه نه دودي ورکړه خاليګه در به درکړه په اسلا قبرونه نه آباد کړه اما د امام حسین علیه السلام انقلاب چې شهداي دوا ویاتنو ويل سي چې مشهور دي لکه په تاریخ ته تا یو سل 15 ته یو سل 20 ويل سي دي زمان د جنگ سحر چې جنگ شروع شو تقريبا د ماشين تر 2 بجو پورې احتمالاً 15-18 ساعت د جنگ وسو په یو محدود جغرافيکه د کربلا په نامه په یو شپېتم کال کې وسو اما اوس موږ رو... موږ وګورو چې په د پینزو قارو کې د امام حسین د انقلاب تجلیل کیږي یعنی yani دا انقلاب نه په زمان کې غیر پات وسو چې چپ... یو شپېتم کال نه په جغرافيات کې غیر پات وسو چې کربلا وی نچاوه که ولایسو چې د دې انقلاب مخ ونيسي ولی چې د انقلاب پر اصول او ارزښتونو باندې اسټوار او چې د انسان د فطرت سره اړین یو عجيبه جمله د امام حسین سلام الله علیه شوف هغه ذات فرمای ليخرج العباد من عباده العباد الى عباده الله و اسمان چې یم انقلاب چې مکړي د دې لپاره چې د خدای بندگان د خدای و بندگی تراو بولم او د بنده د بندگی څخه اخلاصم دا وګورئ چې نهایت پدې کې توحید دی ازاد مرضي د عدالت اجرا ډیره مهمه خبره ده حکومت ممکنه دی په ظلم په اسلام مثلا په کفر باندې ممکنه ده پاتاسي اما مشهور جمله لري چې په ظلم باندې حکومت پایدار نه پاتكيږي دا ټول خلک د غواړي چې عدالت دوی په بار کې اجرا شي دي دي دخلقو دخلقو تا وحاكم تا وحاكم دا څوک چې عادل امنه دی غلد د خلکو کورته دی خلکو مال اخي چې راځي محکمته و حاكم ته وایي چې حاكم صاحب ما سره په عدالت برخو توکي مګر ته عادله چې دا وایي زه عادله نه يم لکه عدالت می خوشیږي امام موسی النلی سلام و سلام و امام قیام کوي چې اجتماعي عدالت د خدای د بندگانو په موبا... په مآبین موبا... کې پلیکرم موبا... 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 لکه زما د نیکو حکومت چې په هر څه تور وسبین عرب او عجم ور د سره مساوي و یعنی اغ زئیفترین فرد رہتی د اسلامي حاکم چې رسول الله هم نبی هم 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 او هم رسول هم د مجریه قوا رئیس او هم د اصلاح د قضایی قوا رئیس او هم د مقننی قوا رئیس یو بیاونی عرب راځي د مبارک ابا په اصلاح د ښکاج پر مرضی و یا محمد اعدل عدالت وکړه حضرت دینه محکمتي وای چې عدالتونه کوم نڅوک بعد عدالت وکړي یعنی دا ویني چې دغه څه واسه ته عامه د ظالمه او ستهمګره حکومت چې راغی دغه یو فضا جوړکړه چې د دې فضا په نتیجې کې بهترین انسانان د خپل زمانه په شهادت ورسېدل نوموږ مسلمانان هم بایات ده قضایا و سره به و نسو بلی بلی. ده عدالت د اجرا پاره تلاش او کوشش بخیر سلامت باشین جناب استاد و تشکر میکنم از جناب دکتر سیب جعفری و تشکر میکنم از تمام بریندای عزیز تلویزیون ملی افغانستان که تانوز با ما بودن دوستان عزیز بحث ما مقدر بود که تقدیم حضورتان کردیم تا بحث آینده و هفته آینده خداوند یار و یاور همه ما و شما باد سلامت باشید